خیلی خوب، میلادو بیاریم. میلاد سلام. میلاد سلام، خوبی؟ سلام، خوبی؟ بله هست صدات. همون دفعه گوش داده هم دیدم سلام یه مقدار ایراد داشتن، هدفون گذاشتن، نمیدونم حالا عالی. امیدوارم دفعه صدا بهتر باشه. ببین من دو تا نکته میخواستم بگم. این علتی که اومدم بالا یه بحث صحبتی بود که گادیز نورا در رابطه با اعتراض اوریان کرد و فیده لخ میشن که طرفدار بگیرن. بعدم در رابطه با مسیح علیزاده، حالا اگه وقت باشه دوست دارم چند کلمه هم صحبت کنم. حالا من سر کارم هستم، اگه وقت مشتری برام اومد عذرخواهی میکنم پیش از پیش، ولی امیدوارم God is nowhere الان باشه و این صحبت منو بشنوه. اینکه یک عده از فعالین و اکتیویست ها اعتراض اوریان میکنن، نه لخت، یه هدف و یک اکت سیاسی مشخص پشتش هست که این رو باید درک کرد. من آها، ایشون داشت در برای فما صحبت میکرد، من فکر کردم در برای صدا میرسه، فکرم صدا دیلی داره. آها، من فکر کردم ایشون در برای میشن که یه دلخ میشن که طرفدار بگن، من به عنوان یک عمل مثلا سخیف. نه من خب من از من نه 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 من ایشون من ازشون پرسیدم که ایشون توضیح بدن، بعد ایشون گفتن نه به نظرشون اشکال نداره. من ببینید، من فکر کردم منظورشون مثلا از شاخه اینستاگرامی و یکی که این کارو انجام میدن که طرفدار بگیرن. خب بگیرن، منم دفاع کردم، منم دفاع کردم، گفتم که دلخ میشم، من دفاع کردم از همچین کار، از همچین. ببین من می‌خواستم اینو توضیح بدم چون این توضیح به نظرم ناقص مون، توضیح کامل نمیاد دراز، که اعتراض اوریان یه اکت سیاسیه. یه لحظه اجازه بده آرمی جان. Can you vent a little sin? Okay, no worries. I saw it after. میلاد جان، God is nowhere to live chat هست. میگه من ببخشید. ببین God is nowhere to live chat میگه منظورش گروه های فما نبود، مثلا مریم نمازی و اینا یا کسایی که مثلا این کار رو میکنه، منظورش همون شاخه اینستا بود. من حدسم درست بود که خودش هم فکر نکنم فکر کنه این میگه اشکال داره، داشت مثال میزد، نگفت این مشکلیه براش. اتفاقا هر اوکی. کسی میخواد اگه از زیبا نه اومد گفتش که بیاید برای اینکه فالوور جذب بکنن دست به یه سری حرکت هایی میزنن، مثل اینکه لخت میشن. خب نگفت اشکال داره بده. حتی من میخوام بگم خب یه حالتی داشت که انگار یه حالت سخیفانه و تحقیر کردن این افراد بود تو صحبتش. من همچین برداشت ندارم. من میخوام بگم که دقت بکنید که این یک اکت سیاسی، اون کسانی که این کار رو انجام میدن، یک حتی کسایی که اکت سیاسی هم انجام نمیدن، شما این سوال رو باید از خودتون بپرسید که چرا ما در دنیای زندگی میکنیم در سال 2021 که یک حجم عظیمی از علوم انسانی اجتماعی خلق شده، در رابطه با اخلاقیات بارها صحبت شده، همچنان بدن انسان و یک زن احساس ناامنی میکنه اگه یک سری از اندام‌های مشخص بدنش رو بخواد نشون بده، و مردم و جامعه هم این رو ندیدن به عنوان یک حرکت عادی، یک چیز عجیب نسبت بهش برخورد میکنن. کسی که این حرکت رو انجام میده میتونه فالوئر و به صورت دنبال کننده تو دنیای مجازی پیدا بکنه، بلکه یک کاری داره انجام میده که عجیبه. شما ببینید مثلا حیوانات در پابلیک میتونن بچه‌شون رو شیر بدن، ولی انسان نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ و حالا برسم به جنبش اسلامی سیاسی، حکومت‌های اسلامی و غیره. به همین دلیل من می‌خوام بگم دقت باید کرد که ما یه موقع‌هایی مثلا می‌بینیم آتئیستیم، ضد جمهوری اسلامی هستیم، ادبیات ما دقیقاً باز تولید همون فرهنگه. خب ولی خودت هم باید مراقب باشی چون برداشت خب ولی ممکنه خودت هم باید مراقب باشی چون ممکنه یه سری چیزایی که حساس باشی برداشت اشتباه بکنی، چون ایشون مثلا همچین منظوری نداشتن. اتفاقا وقتی من بهش هم گفتم که خب اشکال نداره، ایشون هم قبول کردن که اشکال نداره، داشت مثال میزد روشای کسایی که دیگه کسایی یه روشایی دارن که ما اصلا ما نمیتونیم داشت، ما نداریم، ما همچین قابلیتی نداریم، اونا دارن. خب نگفت که کار اونا بده. اتفاقا یه چیزی اصلا من میلاد من از تو هم تازه بالاتر جلوتر میرم، یه کسی میخواد لخت بشه که طرفدار پیدا بکنه، کار سیاسی هم نمیکنه، به خاطر کار سیاسی هم نیست، دوست داره مثلا میگه بدنم قشنگه، مردمم دوست دارن، من میخوام نشون بدم طرفدار پیدا کنم. اونم اشکال نداره، حتی اگه طرف هدفش هم سیاسی هم نباشه. خب یعنی خب حالا میشه ویدیو رو نگاه کرد. این بحثی بود که این دوست ما اومد گفت، حالا اگه تصحیح کرد من اون وقت متوجه نشدم.
دوست ما اومد گفتش که به عنوان یک مثالی که یک کسانی سری حرکت های سخیفی انجام میدن، یک سری کارهای چیپی انجام میدن صرفا برای اینکه فالوور بگیرن، مثال پس میزنه که گله لخ میشن. اینو من خواستم بگم که یه مقدار دقت بکنیم رو ادبیاتمون که با تولید ادبیات اسلامی و جمهوری اسلامی نباشه. این یه نکته. یه نکته من در تو با مسیح علی نژاد میخواستم صحبت بکنم، چون بحث زیاده. من خودم هم همین امروز یه انگار استوری گذاشتم توی اینستاگرام در رابطه با این اتفاقاتی که برای مسیح افتاده و یه گده اومدن گفتن که صادراتی های اصلاح طلب، مرگ به صادراتی های اصلاح طلب از این ادبیات. ببینید دوستان، من به نظرم واقعیت هم اینه که مسیح رو میشه نقد کرد، من خودم از منتقدین مسیح هستم، ولی یه سری از برشت کارهایی که انجام داده در فضای سیاسی ایران نتیجهش، نه اینکه این فرد مبدع ابداع کننده این حرکات بوده، منتها نتیجه که گرفته بنا به بک‌گراندی که الان توضیح میدم، در ایران واقعا کسی نتونسته در این حد دستاورد داشته باشه. به همین اعتبار اتفاقا حکومت جمهوری اسلامی به شدت از این آدم میترسه. مسیح علی نژاد به هیچ وجه به نظر من با موضوع و غیره یه براندازه، و به همین دلیل هم اتفاقا این داستانی که به هر صورت میخواستن ترورش بکنن، من کاملا باور میکنم، برای اینکه مشخصه که جون مسیح موفق شده صدای به هر صورت صدای آزادی خواهی و مردمی که تهم هستن به درجات بشه. حالا اجازه بدیم یک بک‌گراندی در تو با مسیح علی نژاد بگم که یه چیزی من اضافه کنم. اولا من لایف چت بپرسم، میلاد برای من فقط قطع وصل میشه یا برای شما هم قطع وصل میشه؟ یکی این، دوم این که اتفاقا این حرفی که زدی خیلی مهمه، برای اینکه اگه کسی شک داشته باشه که کار مسیح علی نژاد کاربرد داره یا نداره، الان دیگه شکت باید تقریبا صفر باشه، چون اگه کاربرد نداشت جمهوری اسلامی انقدر از مسیح علی نژاد نمیترسید. یعنی حتما ضربه شدیدی داره به جمهوری اسلامی کارهای مسیح علی نژاد میزنه، مگر نه اینا این همچین نقشه‌ای براش نمیکشیدن. بفرمایید میلاد جان. نمیکشیدن. من فکر میکنم صدای منم، یعنی اشکال از دیوایس من باشه، برای اینکه منم صدای تو رو یه مقدار قطع و وصل با قطع و وصل میشنوم. یه موقعی میرم بیرون میام تو درست میشه. ببینید مسیح علی نژاد از خواستگاه اصلاح طلبی میاد، اینو همه ما میدونیم. فرصت زمانی که دوم خرداد تو ایران به وجود اومد، جریانات و اپوزیسیونی بودن، افرادی بودن که همون موقع مخالف جمهوری اسلامی بودن، مخالف حجاب اسلامی بودن، با حکومت جمهوری اسلامی زن ستیزی و موازی دیگه موازی میکنن، همون موقع میگفتن جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید سرنگون بشه، مقاماتش هم باید محاکمه بشن. در همون دوران اتفاقا یکی از کارشکن‌ترین افراد اصلاح طلب بودن از جمله مسیح علی نژاد. یعنی مثلا در رابطه با پرونده ریحان جباری مقاله مسیح علی نژاد موجوده که کمپینی که مینا احدی مثلا در خارج از کشور داشت برای دفاع و هم و نجات دادن جون ریحان جباری، یکی از کسانی که مخالف اون کمپین بود مسیح علی نژاد بود. ما اینو یادمونه در مقطعی که اپوزیسیون ما چپا کمونیستا می جنگ جمهوری اسلامی، مسیح نجات برای خاتمی آواز می خوند، خودش هم الان گذاشته ویدیو شد. نکته که هست اینه که وقتی که کمپین چهارشنبه های سفید و بعدش از دوربین مسلحه ما را افتاد، که دستش درد نکنه به نظرم کاری بسیار خوب و درخشان و ارزشمندی انجام داده، ولی یه بخش از این که به هر صورت این کمپین موفق شد این بود که به هر صورت مسیح نجات از خواستگاه همون اصلاح طلبا برمیگشت. این دخترایی که برای مسیح و هر ساعت ویدیو میفرستادن، به دلیل اینکه به درجات مرتبط بودن با همون جریان اصلاح طلب، احکامی که به اینا میدادن مثلا حالا یکی دو سال زندان بود، جریمه های نقدی بود، خیلی از اینا بعدا آزاد شدن و غیره. شما تصور بفرمایید که اگر همین کمپین مثلا یک دختر کرد کمونیست در سنندج ویدئویی از کشف حجابش مثلا برای حزب کمونیست کارگری میفرستاد، قطعا اعدام میشد برای همون یک ویدیو. یعنی یه بخشی از موفقیت مسیح رو باید به پای این گذاشت که به بخشی از حکومت وصل بود، الان نیست، ولی شروع کمپینش به این شکل بود. نتیجه تو بگو نظر من انتقاد بهش وارده منده. جمله آخر، نمیشه منکر کارهای اندی شد که تا الان انجام داده. من میوت بکنم چون مشتری دارم، ولی گوش میدم نکته‌ای که میگید. خب امید نکرد. خیلی خب، مسیح علی نژاد بود اصلاح طلب، دیگه نیست. خب حالا میشه نقد کرد از کارهایی که قبلا میکرد و چیزایی که قبلا بود
ولی خب الان که دیگه اون چیزا نیست. الان اتفاقا برنامه های مسیح علی نژاد رو نگاه بکنید، اتفاقا 10 بار میزنه به اصلاح طلبا، 1 بار میزنه به اصولگراها، یعنی اکثر نقداش علیه اصلاح طلباست. خب و اون خب یعنی همه نقدایی که وارده، نقدایی که وارده مال بحث حجاب رو که مسیح اولین بار نگفت. اپوزیسیون مگه ادعا کرد که اول اول با حجاب مخالف بودن؟ آره ولی مگه خب ادعا کرد که اولا طرفداراش و دور و بریاش همچین ادعای میکنن که انگار اول تاریخ رو از زمان من کاری طرفداراش ندارم، خودش رو میگه. الان چهره شناخته شده در رابطه با بحث حجاب اجباری مسیح علی نژاد دیگه، کمپینی که داره فالوور خب موفق تر بوده، اولی نبوده ولی موفق ترین بوده. خب برای اینکه کارش داره کارش خوب بود، موفقیتش در این بود که از ایران بهش فیلم میدادن. نه خب حالا ببین موفقیتاش اگه یه کسایی یه پریویلیجایی دارن که بهش موفقیتشون رو بیشتر کرده، خب اشکال نداره، از پریویلیجاشون استفاده کرد، از امتیازهای مثبتی که داشتن استفاده کردن، موفق تر هم شده. حالا وقتی شما بر شما ببین شما به چه درجات خودتون رو موضع خودتون رو با دیکتاتور آدمکش به چه سیستمی اون موقع خب اون نقد اون موقع بوده، ما الان که دیگه نیست، 40% مخالف الان که دیگه نیست. اون موقع اصلاح طلبا همونایی بودن که تو دهه 60 آدم کشته بودن دیگه. این که امروز مگه من اصلا محمد خاتمی عجبو این تو فکر میکنی من دارم از اصلاح طلبا دعوت میکنم؟ نه من میگم مسیح علی نژاد و من نمیگم اصلاح طلبا، گوش کن، من نمیگم اصلاح طلبا الان دیگه اونجوری نیستن. من میگم مسیح علی نژاد یه زمان اصلاح طلب بود، خب الان دیگه نیست. الان کسی اگه بیاد نقد بکنه که این اصلاح طلب بوده، خب چه ربطی با الان داره؟ من این خیلی واضحه. بعد میگیم خب اون موقع چون اصلاح طلب بوده، موفقیت الانش به خاطر اصلاح طلب بودن قبلنش بوده. خب حالا برای همین الان موفق شده. خب اصلاح طلبیشو گذاشته کنار، موفق بودنشو داره ادامه میده. خب یعنی حالا ما اون قسمتی که مشکل داشت با فعالیت ایشون دیگه ادامه پیدا نکرده، اون قسمتایی که مثبت بوده از کار ایشون داره ادامه پیدا میکنه. نقدش کجاست؟ نقد از گذشته یه نفر میکنی؟ گذشته خودشو که خودش میگه اشتباهه. نقدش اینجاست که افرادی که برای مسیح علی نژاد ویدیو فرستادن که اون ویدیوها منجر به معروفیت خب. مسیح شد خب. از داخل حکومت افرادی بودن که به درجات به حکومت وصل، اینا رو که میگرفتن، دخترایی که ویدیو میفرستادن برای مسیح رو دستگیرشون که میکردن بهشون خب. وثیقه میدادن، حکمای 1-2 سال میدادن. اوایل رو دارم میگم، الان نه، وقتی هم 1-2 سال حکم میگرفتن بعد میتونستن مرخصی بیان و غیره. ما زندانیان سیاسی داریم که اولا نمیتونن مرخصی بگیرن، دوم احکام بسیار سنگین بشه. من خب این چه نقدیه؟ اگر نقد این توضیح به درجات به حکومت وصل بودید که تونستید، خب بود دیگه نیست، الان دیگه نیست موفق، چیزی که باعث موفقیت خب. اولیه شده من خب این نقد حساب نمیشه. این یک درسته، ببین این یک توضیح موفقیت امروز ایشونه، خب ولی این توضیح موفقیت میلاد نمیدونم هست یا نیست. این توضیح ما خب گوش کنم اینو تموم کنم. این توضیح موفقیت امروز ایشون نقد نمیتونه باشه، خب چون نقد موقعی میتونه باشه که چیز قسمت های منفیش الان هم ادامه پیدا کرده باشه. بله شما قبول دارم حرفی که داری میزنی ممکنه توضیح موفقیت های امروز ایشون باشه، ولی این نقد حساب نمیشه. چرا نقده الان که اون قسمت های منفی دلایل موفقیت امروز ایشون قسمت های منفیش الان ادامه پیدا نکرده، خب پس این نقدی. من نکتم سر اینه که ما در فضای سیاسی ایران افراد آوانگارد رادیکال تر از مسیح علی نژاد داریم، ایشون چرا باید اینقدر معروف و مطرح بشه در سطح رسانه ها؟ شما به نظر این یه ذره حسادت به نظر میاد. به نظر من ببینید هیچ وقت نیست، بحث سر اینه که من... جامعه ایران نخبگان سیاسی بهتر و آوانگارد تری داره، حتی در همین حوزه مبارزه با بحث. ببینید شما میتونید شما به درجات حکومت بس بوده میاد مطرح میشه چهره این جمعه. این خب این یه نوع فساد و یه نوع ناکارآمدی سیستم. خب بذار من شما بپرسم،
خب ببین درست ببین ما فرض کنیم که آرمین خب میاد کلی زحمت میکشه کلی کار میکنه خب یک رپورت برای آخر سال مینویسه خب من مثلا 20 تا کتاب خوندم کلی تحقیق کردم بعد نمره میشه 30 خب میلاد میاد یه روز کار میکنه یه A میگیره خب من میام میگم که این چرا اینطوری شد من کلی زحمت بیشتر این کردم خب کشیدم و فلان و اینا بالاخره شد یعنی درسته هم دنیا بر اساس این نیست که بیاد ببینید کی کارش زحمت بیشتر یعنی بعضی موقع یه سری چیزای شانسه یه سری چیزای به خاطر موقعیتته یه سری چیزای به خاطر جذابیتته یه سری چیزای به خاطر نمیتونی بیای بگی خب اینا حقشون این بوده که معروف‌تر باشن پس چرا نشدن دنیا که این بر اساس این چیزا اتفاق یعنی نتیجه گیری ها که بر اساس این چیزا نخواهد بود نتیجه ها که هیچ وقت تناسب نخواهد داشت بر اساس که حالا کی رادیکال تره کی اول بوده خب خیلی تعداد فاکتوراش خیلی زیاده حالا یه چیز دیگه بگم حالا ما فرض کنیم که تو دو تا دنیا باشیم خب یه دنیایی باشیم که مسیح علی نژاد فعالیت هاش به همون اندازه نتیجه داد و توجه گرفت که این کسایی دیگه که شما میگین نتیجه گرفتن خب یا اینکه کمتر آیا شما میخواستین تو اون دنیا زندگی کنین که تو این دنیای زندگی بکنین که مسیح علی نژاد حالا به هر دلیلی با اینکه بعدن شروع کرده با اینکه امتیازهای بیشتری داشته با اینکه یه سری اتفاقای افتاده که موفق شده آیا بهتر نیست که ایشون موفق بشن و بتونن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن حالا به هر دلیل چرا؟ نه خب. شکی نیست ما هم که داریم من خودم همین الان داشتم صحبت God is Nowhere رو گوش میدم در همون حال مسیح هستم در دفاع ازش 100% الان به نظر من تو شرایط حال حاضر موفقیت مسیح هستم موفقیت من آتئیست حتی میدونی من اینو 100% موافق حرفتم من نکتم ولی سر اینه که ما در فضای سیاسی ایران الیتی داریم نخبگان سیاسی داریم که به مراتب پروفایل ها و کارنامه های بهتری دارن از مسیح علی نژاد تو یک استادی هستی استاد دانشگاه جذابیت ندارن کارهای تبلیغی بلد نیستن نخیر به بورژوازی وصل نیستن کنار مردم بودن همیشه بحث رسانه است شما دارین فاصله شما با دیکتاتور چقدره شما دارین یعنی کازیشنش رو سیمپلیفای میکنی یعنی یه جوری ببینید شما دارین ما توی دنیا ما داریم درباره جامعه و سیاست و اینا حرف میزنیم خب یعنی هیچ اتفاقی که میفته تک دلیلی نیست خب شما میای میگی شما ما هر اتفاق هر چیزی که رواج پیدا میکنه هر چیزی که مود میشه هر چیزی که طرفدار پیدا میکنه یه چیزی که طرفدار پیدا نمیکنه چیزایی که مردم خوشحال میکنه اذیت میکنه رفتارهایی که مردم دارن ما توی جامعه شناسی هر کدوم دلیلای هیچ کدوم از اینا تک دلیل نیستن همه اینا مثلا اتفاقا جامعه شناسی سختیش به خاطر اینه که چیزایی که روی اینا تاثیر میذاره دلیلاش خیلی متنوعه خب شما خیلی دارین اینا سیمپلیفای میکنین خیلی اینا ساده سازی نه بذار من بگم شما ساده سازی خیلی دارین ساده سازی نیست ببین الان همین سوال من از تو بپرسم آیا اینا قبول داری ویدیوهایی که از داخل ایران به دست مسیح رسید برگ برندش بود وگرنه کمپین در رابطه با حجاب اجباری که قبل از مسیح علی نژاد هم وجود داشت مسیح علی نژاد برگ برندش این بود که میتونست ویدیوهای از داخل ایران بگیره به اسم خودش سلام مسیح جون من فلانی هستم حجاب بند و اینو بره بکنه توی چه جامعه جهانی خوب. نشون بده که مردم ایران حجاب قبول ندارن خب پس نیا کن این ویدیو فرستادن ها کمک کرد که مسیح علی نژاد بود خودش هم خوب کار کرد این و خیلی چیز دیگه ایشون درسته ایشون خیلی رفتن سعی کردن که این یعنی فقط این ویدیو ها رو نگرفتن بذارن رو فیسبوک ایشون خیلی کارشون جذاب بوده رفتن من موقعی که ایشون معروف اون قدم معروف نبودن من دیدم ایشون چقدر فعالیت میکردن که اینا بیننده پیدا بکنه حتی توی مثلا رسانه های غیر ایرانی نبود این جایگاه رو نداشت ببین نداشت خب نداشت ببین من میگم که خیلی ببین ببین بذار نه ببین که رفت پای حجاب اون ویدیوهایی که از داخل ایران به دستش رسید ببین میلا تو گوش نمی‌کنی من دارم چی میگم من نمیگم حرفی که تو داری میزنی اشتباهه خب من دلیل تو رو میگم نمیگم که غلطه خب ولی دلیلاش زیاده
دلیلاش خیلی زیاده. یه چیز دیگه هم بگم. نه خب من خیلی... میخوام بگم این اصلا نمیذاره من حرف بزنم. بیشتر از بقیه است دیگه. خب تو بیا برای من یه کنترل انوایرمنت درست بکن، فاکتورهای تو بیا برای من یک انوایرمنت کنترل انوایرمنت درست بکن، همه فاکتورهای دیگر رو قطع بکن، بیا به من ببین نشون بده چجوری داری اندازه‌گیری می‌کنی. یکی این. یه چیز دیگه هم بگم، البته متاسفانه یه چیزی که مسیح علی نژاد موفق کرد این بود که رو حجاب دست گذاشت، چیزی که خارج از ایران جذابیت توجه بهش بیشتر از اعدام و مثلا اعتصاب و حقوق زندانیان و اینا بود. خب یعنی من یه چیزی که خوشم میاد از کار مسیح علی نژاد این بود که از یه چیزی شروع کرد که برای خارج از ایران جذابتر بود توجه بهش، بعد که معروف شد همه این چیزای دیگه هم که خیلی مهم بود و شروع کرد روش فوکس کردن. یعنی معروف شد، بعد که معروف شد و تونست توجه جهان رو بگیره، یه دفعه شروع کرد درباره خیلی چیزای دیگه که به حجاب ربطی نداشت شروع کردن حرف زدن. خب ولی یک زرنگی مسیح علی نژاد این بود. خیلی از این کسای دیگه که فعالیت سیاسی میکردن میومدن، مثلا من که اینا رو دنبال میکردم، خیلی هاشون رو ایمیلاشون هم میگیرم، بیانیه میدادن، بیانیه جمهوری اسلامی این کارو کرده، لیست کسایی که امضا کردن، یه متن طولانی خیلی اصلا کسی من موندم که این اصلا یاد میخونه. من فعالیت های اینا رو دیده بودم، فعالیت های مسیح. ببین من بیزت همون حرف رو هم کنم، این امتیازهایی که مسیح علی نژاد داشت خب قبول، یه سری امتیازهایی کمکش کرده، ولی روشه خب من روش مسیح علی نژادم برتری از خیلی از این کسای دیگه که مثلا تفکرشون هم ممکنه قوی تر باشه، فلسفهشون رادیکال اینا بودن، از تبلیغاتی مسیح علی نژاد از خیلی از اینا هم برتر بود. بگو سری من بهم سراغه آریا و نیلوفر. خیلی خیلی در رابطه با این حوزه مشخص خیلی از افراد دیگه هم کار کرده بودن، تبلیغاتشون هم خوب بود، اتفاقا خیلی هم هاردکور کار کرده. بحث سر این بود که مثل اینکه شما بری یک مغازه تو مرکز شهر بخری، پول داشته باشی بابات بهت بده، بری یک مغازه مرکز شهر بخری، بری یک مغازه توی یک کوچه دورافتاده بخری، شما توی رقابت برابر وارد نشدی. اون کسی که تو مرکز شهر مغازه داره مسلماً موفق تر از تو خواهد بود که توی کوچه دور خود رفت. من قبول گفتم سر اینه. بله اون یه فاکتور دیگه بود. طبقه متوسط شهرنشین ایران که پایگاه اصلی اصلاح طلبان بودن، بخششون که رفقای مسیح بودن براشون ویدیو میفرستادن با این اطمینان که اگر جمهوری اسلامی اینا رو دستگیر کنه احکام سنگین بهشون نمیده. در عین حال قبل از مسیح علی نژاد در کردستان ما جنبش زنان رو داشتیم، یک دختر کرد کمونیست نمیتونست یک ویدیو از سانندش برای کومله و حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری بفرسته. رانت حکومتی کمک کرد و مسیح علی نژاد کرده در... چه خوب که این الان این چیزایی که به مسیح علی نژاد کمک کرد، همونایی که تو گفتی، همونایی که من گفتم، این مولتی فاکتوریاله، همش هم به مسیح علی نژاد کمک کرد. چه خوبم که همش کمک کرد، برای اینکه این الان هزینه شدیدی شده برای جمهوری اسلامی. قبول؟ قبول. اوکی. نفرم. مرسی. مرسی. ممنون خدا. بله.